قسمت چهاردهم، چطوری بی توجهیمو جبران کنم؟ یا باشا، از یه جا حیات ما یکن تمرین فوتبال دستی بکنیم. آه گفتی، چه یاز دیگه من دوتا مسابقه؟ تو هم من به یه وزی چند دست بابا فوتبال دستی میزن. نمیخوام جای مهدیان اینا کم بیارم. من با مرسای تمرین میکنم. دخترها که فوتبال باید نیستن. اتفاقا مرسای ما بازیش خوبه. بخیا بابا، ما اگه بخوام مهرام ببریم باید مردونه تمرین کنیم. مردونه اشکالی نداره، دست بد حتما بروسیم. آره من نمیفهمم دخترها چه به فوتبال دستی. شما به این تنو بازی تنو بکنیم، بذاریم ما به کارمون برسیم. جرعتشو دارین بیان یه دست با ما بازی کنیم. راست میگه دانا، برو کنار دوست تمن مزه که شما بازی کنیم. عمرم باید دختر بازی کنم. آخه میترسی بیان به سلامت خوش اومده. بفرمایی خوش که باشون بازی میکردیم. پارسا این کارو از کیا گرفتی ها؟ از مهدان. بده منم این کارو بکنم. حوصله سر رفت. چیکار داری میکنی؟ آسیب میزنی به دستتو؟ چیزی نمیشه که، تازه اگرم شد یه دست مصنوعی میذاریم جاش، درست مثل دست آدم ها. پاشین شما ها که داشتین تا همین چند دقیقه پیش فوتبال دستی بازی میکردین. من نمیفهمم. این توی من فکر نکنم بتونیم حریف مهران بشیم. انقدر تند و فرس بازی میکنه که نمیشه دست ها شدی. ای بابا، حالا چیکار کنیم؟ کاش میشد قبل از مسابقه یه برای سرش میومد. مثلا دستش. دستش؟ دستش چی؟ چشم چی کار کرده بی فکر؟ بریم. چشم ببخشید. ببین پسرم، تو باید بدونی که وجود دستا برای زندگی خیلی حیاتیه. اصلا در آینده هر شغلی بخوای داشته باشه با این دستا کار داری. مثلا آشپزای حرفه‌ای تو تلویزیون دیدی که تون تون هویج و سیب زمینی و پیاز خرد میکنن؟ بله. حالا مجبوری یه مدت کاراتو با یه دست انجام بدی، اون وقت بهتر متوجه میشی چقدر داشتن دست سالم خوبه. چشم عزیزم. بالاخره پرسپولیسی ها ببین چه بلایی سر دست تو بایدی. نکندم رمیان مرسو جوشت این هم رو در نیار. دارم مشابقه رو نگاه میکنم. حشویه حشویشی بابا میبینی پشنم؟ میبینی انجام کارهای خطرناک چه آسیبایی میتونه به بدن آدم بزنی؟ حالا دستت چطوره؟ درد میکنه. چرا مهران رو بگو؟ حتما اونم از درد پا به خودش میپیچه. اون باید خوشحالی کلاش رو بندازه هوا. مگه اینم خوشحالی داره؟ من میدونم واسه چی اینو میگه. واسه چی؟ واسه اینکه دو هفته دیگه تو مدرسه‌شو مسابقه فوتبال دستی دارم. میترسه نتونه بازی کنه و ببازه. آخه چقدر دلم سوخت، ولی مسابقه است دیگه، برد و باخت داره. راستی دکتر گفت چند روز باید دستی تو گچ بمونه دانا جون؟ دو سه هفته دیگه. آخه ناراحت نباش،
اگه تو این دو سه هفته خوب به خودت برسی و استراحت کنی، حتما مچ دستت خوب میشه و به مسابقات هم میرسی. آره، خودم واسش قلم گوشبند میپزم بخوره زودتر جون بگیره بچم. گریه نگو گونگونه گیرم الهی، گریه نگو. تو چرا این شاتو نمیدیسی دانو؟ خانم دستم. چی شده دستت؟ در افتخانم. ساکه، شما به جای که به هم کلاسیتون کمک کنین بهش میخندین. ببخشید خانم. بیا پسر، بیا خودم بهت غذا بدم. کم کم خودت باید بتونی. آخه تفلکی پسرم، تقدیر خودشه، خب میخواد شیطونی نکنه. دو هفته بعد. فکر میکنم باید دو هفته دیگه توی گچ بمونم. دو هفته دیگه. دکتر احمدی، اتاق عمل. تو مسابقه چیزی نمونده. میرانی سفت و سخت هم تمنیم میگم باقش که اصفال دستی باشه که سر کوچکی تا براش اجاره گرد. روزی چند ساعت بازی میکنن. از اون فوتبال دستی حسابی ها جون. تو نباید منتظر باشی که همه چیزو بهت بگن. عقل سالم میگه آدم نباید به بدنش آسیب بزنه. هیچ کس حق نداره چون دست و پاش مال خودشه اینجوری به اونا آسیب بزنه. حالا نترس، خوب میشه. ولی شاید بد نباشه بعد از این که گریه هاتو کردی به این فکر کنی که با همون یه دست سالمه چه کارایی میتونی انجام بدی. فهمیدی؟ یعنی چه کارایی میتونم بکنم بابا زاد؟ به آدمای دورو برت نگاه کن. بعضیاشون از پا یا دست محرومن، اما با تمرین توانایی های دیگه به دست آوردن. قابلیت های دیگه رو تو خودشون کشف کردن که بتونه نقصشون رو جبران کنه. پس تو هم باید سعی کنی جای دستی که آسیب دیده از اون دستت بیشتر کار بکشی و عادتش بدی که جای اون یکی دستت هم کار کنه. تازه اینو مرحوم ابن سینا هم گفته. ابن سینا خودمونم گفته. نقاشی کردن با دست چپم کار سختی ها، ولی خب بعدم نشد. آفرین پشنگ. قبول نیست، چرا همیچره انقدر دونده که خسته شد بعد گرفتیش؟ چه اگه تمنی کنم دستم تون تر میشه، هنوز تو جا به جا شده خوشکل برم. راستی چقدر تا مسابقه مونده؟ چهار روز دیگه. نه Nachmittag noch.